سلام خواستم به تمام خلق قهرمان ایران و تمام هواداران در سراسر جهان. من علی جعفرپور هستم، 24 سال سن دارم، اهل خرم‌آباد هستم و نزدیک به 6 سال است که در اشرف هستم. سلام خیلی تا خیلی گرم و پر از عشق و شور و محبت خاص اشرف رو به همه هموطنانمون از داخل تا خارج ایران، به طور خاص هواداره مقامت این روزا خیلی گرم توی صحنه‌ها از اشرف حمایت میکنن. عرض میکنم سیروس و مرسلپور هستم از جیرفته کرمان. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز، من آرش متکی هستم، 32 سالم، اهل بندرگرد و 7 ساله که در اشرف هستم. منم سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم و همینطور که دیدید سه میهمان عزیز اشرفی داریم از سه نقطه ایران. علی از خرم‌آباد، خطه دلاورخیز لرستان، سرزمین کمانچه و تفنگ، و سیروس از جیرفت کرمان، آسمان پرستاره و شبهای پرستاره کرمان، و آرش هم که از خطه سرسبز شمال و بندر گس. خیلی خوش آمدید بچه ها، ما خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. شما از جمله اشرفی هایی هستید که در جریان حماسه فروغ ایران حضور داشتید و خاطرات زیادی دارید و ما هم میخواییم در این مجموعه برنامه ها که به همین مناسبت، یعنی به مناسبت اولین سالگرد حماسه فروغ ایران تهیه شده، با هم گپ و گفتی داشته باشیم و صحبت کنیم راجع به اون روزها. خیلی مختصر و کوتاه برای اینکه بینندگان ما هم بیشتر با شما آشنا بشن، بگید که هر کدوم در روز 6 مرداد کجا بودید و چه میکردید؟ این دفعه از این ور شروع کنیم، این دفعه از این ور شروع کردیم، این دفعه از آن شروع کنیم. من در 6-7 مرداد توی سمت شمال اشرف تو جده دیویست بودم. جده دیویست؟ نه. بسیار عالی. شما چطور سیروس؟ من هم سمت شمال اشرف و همون قسمت دیویست بودیم. اون روز رفته بودیم اون ور به خاطر اینکه یک کاری داشتیم که هم ششم هم هفتم. در هفتم من نبودم متاسفانه، چون مجبور شدم من سر ششم. همون ششم مجبور. بله من در غروب ششم مجبور شدم ولی اونجا بودم ششم. بله. علی چطور؟ ما در ضلع شرق اشرف بودیم. هر کدوم در قسمتی از اشرف در حال دفاع از این حریم مقدس. خب اول یک سوال میکنم از سیروس. ببین سیروس، میخوام ببینم که تو، برگردیم به همون روز، در لحظه مواجهه با این حمله جنایتکارانه و این مزدوران که اونطور وحشیانه اومدن وارد اشرف شدن، چه احساسی داشتی؟ چه لحظاتی رو تجربه کردی؟ میخوام اون اولین واکنشت رو بگم. اولین واکنشی که به طور واقعی در صحنه من باش مواجه شدم، تجهیزات کاملی بود که این مزدوران با خودشون رو بینن. میشد گفت که به قول معروف سر تا پا مسلح، تا دندون مسلح بودن. خب با انواع اقسام زرهی و همه نوع سلاحی رو داشتیم، بیشتر به حمله یک ارتش یک جا تصور میشد بردن، که لحظه خود به خودی انسان در ولی اول ترس بود. ولی خب از اونجایی که ما عهدی بسته بودیم با خلقمون و میفهمیدیم این در ادامه قیامه، همونجا با خدای خودم عهدم رو بستم و با رهبریم و با جمع پرشور مجاهدین که شور نشاطشون رو دیدم، این خودش تبدیل شد به یک ایستادگی در صحنه که تا آخرین لحظه اونجا ما ایستادگی خودمون رو کردیم. به همراه همه اشرفیایی که تو اون صحنه بودن زنده باد. خب آرش الان اشاره کرد به سیروس، به اون هجوم اونها با اون تجهیزات و تسلیحات. ببین
هر آدمی در واکنش نسبت به یک چنین حمله‌ای خب یا اینکه در دو سر طیف، یا اینکه خب فرار میکنه برای حفاظت از خودش، یا اینکه درگیر میشه به هر شکلی از خودش دفاع میکنه. ولی تو و سایر اشرفی‌ها هیچ کدوم از این کارها رو نکردید، ایستادی و شعار دادی، ایستادی و تن سپر کردی. چرا؟ خب مگم همینطور که خودت میگی در لحظه اول خب تمامی من اینجا که درگیر بشیم به طور واقعی، چون اشرف همه چیز مونه. ولی حماسه فروغ ایران یه چیزی بالاتر از این هست، یه چیزی فراتر از این حرفا بود، چون به طور واقعی رژیم اومده بود که در واقع ما رو با در واقع نیروهای عراقی درگیر کنه. یعنی مزدورای عراقی شد در مزدوراش در پوش نیروهای عراقی وارد اشرف کرده بود که ما رو درگیر کنه، یعنی جبهه‌مون رو عوض کنه. ما در واقع دشمن اصلیمون رژیمه، دشمنمون که نیروهای عراقی نیستن. ولی خب میدونستیم که اینا نیروهای عراقی به طور واقع نبودن، اینا مزدورای رژیم بودن در پوش لباس ارتش و پلیس عراق. همونطور که تو فنان بچه‌ها دیدن فارسی صحبت می‌کردن، همشون خمینی میکردن. خب بلده اول این به ذهن آدم میزد که در واقع آدم درگیری بشه، ولی وقتی که به این موضوع پی بردیم و میدونستیم هدف رژیم چیه که میخواد در واقع بهانه‌ای باشه ما رو درگیر کنه، جبهه رو عوض کنه تا با نیات شوم خودش برسه، هم دیدن هم بودیم که چه کارا که در واقع میتونستیم بکنیم و نکردیم، و از آقا با اون استقامتمون، با اون پایداریمون، اون حماسایی که برادر و خواهرها یاد کردن، در واقع یه دستی به موضوعهای عراقی دادن که در واقع دست ناپاکشون از اشرف کوتاه کنن به طور واقعی. و اینم اثبات شد در واقع اگه ما درگیر میشدیم چه بسا این دستاوردها رو نداشتیم. همه این دستاوردها مدیون اون حماسا، اون پایداریه که برادر و خواهرامون تو صحنه انجام دادن. این کاری که توی اون مقطع به ظاهر خیلی دشواره و بعد عکس اون جریان خود به خودی که میگه آدم در لحظه، ولی بعد متوجه میشه آدم که چه تابلوی ترسیم شد. من میخوام که تو، میدونم که خیلی صحنه ها هست از حماسه فروغ ایران که میتونی ساعت ها بشینی برای ما تعریف کنی، ولی میخوام بدونم که سخت‌ترین لحظه‌ای که بر تو گذشت در اون روزها کدوم لحظه بود، کدوم صحنه بود که خیلی برای تحملش دشوار بود؟ طبعا در این مقاومت که بچه اشرف داشتن و این نبرد قهرمانانه، سخت‌ترین لحظه همان شهادت بچه ها بود که ما در زیر شهر بودیم. شهید سیاوش اینجا بود، شهید شد و همچنین امیر خیلی. Thank you.